به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشید، این آموزش به درخواست دوستان در خصوص نحوه درخواست خروجی قبل و بعد از تحلیل آباکوس تهیه شد. خروجی آباکوس به طور کلی شامل دو دسته فیل اوت بود و هیستوری اوت بود میباشد. خروجی های فیل اوت بود به صورت کانتورهای رنگی یا به صورت سمبول ها یا فلش ها در بخش نتایج نمایش داده میشن و هیستوری اوت بود ها به صورت نمودارهای آمادی. در بخش هیستوری اوت بود ها چنانچه بخوایم برای کل مدل تعریف بکنیم گزینه روی همین گزینه میذاریم و چنانچه بخوایم برای ست مشخص یا لایه کامپوزیت یا مواردی که اینجا اشاره شده خروجی بگیریم از این گزینه استفاده میکنیم. بخش اینتروال یا همون فاصله بین خروجی ها زمان شما را تقسیم بر این تعداد میکنه و در این زمان ها بهتون فریم میده. و در بخش هیستوری اوتپوت ها این عدد بیانگر اینه که نموداری که بهتون میده چند نقطه در چند نقطه داده بشه، یعنی در واقع تعداد ایکس وای هایتون هست. نکته مهمی که اینجا هست اینه که شما چنانچه خروجی برای گره خاص المان خاصی خروجی درخواست داده باشید در بخش هیستوری اوتپوت در بخش نتایج بسیاری قابل دسترسی است، ولی چنانچه خروجی رو درخواست نداده باشین که به صورت نموداری آماده بشه میتونین از طریق XY Data Manager در بخش نتایج اقدام بکنید، ولی در صورتی میتونید از استفاده کنید که خروجی ها رو حداقل در بخش فیلد اوتپوت درخواست داده باشید. چنانچه خروجی در هیچ کدوم از این دوتا بخش نباشه تحلیل باید مجددا از نو انجام بگیره. در بخش نتایج برای مشاهده خروجی های فیلد اوتپوت که به صورت کانتورهای رنگی یا تنش ها عرض کردم یا فلش ها نمایش داده میشه، گزینه که فعال بکنیم این قسمت کانتورهای رنگی قابل مشاهده هستن و توسط این کشویی میتونه خروجی های متفاوت مثل کاهش سختی هر چیز در چنانچه بخواهیم به صورت فلش ببینین گزینه سمبول رو انتخاب میکنیم. و خروجی هایی که در هیستوری اوتپوت درخواست دادیم در این قسمت قابل مشاهده هستن به صورت نمودارهای کاملا آماده. و نکته مهم دیگری که اینجا بهش اشاره بکنیم، چنانچه که شما در تحلیلتون با اروری مواجه بشین یا وارنینگی که بهتون گفته باشه که تحت نام همچین ست المان یا همچین ست نود در بخش نتایج قابل دسترسی هست، از این دو تا بخش میتونین که المان های مورددار یا نود های مورددار رو ببینید که اینجا الان من هیچ گونه وارنینگ یا خطایی نداشتم، به همین دلیل چیز خاصی اینجا مشاهده نمی کنم. نحوه خروجی گرفتن هایی که خروجی یا یک غاز قبل آماده نشده در کل در آباکوس به دو شکل هست در بخش نتایج. یکی استفاده از مسیر یا پز هست که این نوع خروجی برای مواد استفاده میشه که شما بخواید در راستای خاصی مثلا از اینجا تا اینجا در یک فریم خاص، نه در کل زمان، در یک فریم خاص در این مسیر یک خروجی بخواید بگیریم که مسیر اینجا تعریف میشه و بعد در بخش XY Data Manager اینجا خروجی رو برای بخش مورد نظر میخواید. ولی چنانچه بخواید برای یک المان یا نود خاص در کل زمان تحلیل یک نمودار خروجی بگیرین از طریق XY Data Manager Create و ODB Field Output اقدام میکنید. این خروجی ها در واقع خروجی هستن که ما به صورت Field Output درخواست دادیم، حالا میتونیم براشون نمودار در یک گره یا المان درخواست بدیم که شامل چنانچه بخوایم گره یونیک نودال و چنانچه بخوایم المان انتخاب بکنیم element. یونیک نودال که بخوایم انتخاب بکنیم به عنوان مثال استرس در تنشمون و در این سربرگ سه تا حالت، یکی اینکه ما میتونیم از طریق موسمون گره مورد نظر انتخاب بکنیم که اینجا روی Edit Selection و گره رو انتخاب میکنیم و گزینه پلات رو، چنانچه بخوایم از طریق شماره نود اقدام بکنیم مثلا پارت بتونی نود 1000 از این طریق و چنانچه نودامون به صورت ست از قبل تعریف شده باشه اینجا قابل دسترسی. برای المان نیز به همین شکل.
این از بخش خروجی ها و دو تا بخش دیگه که بخوام در موردش صحبت کنیم. چنانچه شما بخواید نمودار نیرو زمان بگیرین که مشکل خیلی از دوستان هست، شما باید اول در بخش اسمبلی ست برای قسمت هایی که گیر تکیگاهتون هستن ست ژئومتری تعریف کنین و در قسمت هیستوری آوتپوت با استفاده از ست در جهت مورد نظر خروجی RF2 بگیرین و سپس در بخش نتایج از این طریق تمامی نمودارها رو برای هر گیره یک نمودار الان خروجی دارید. بالفرض من حالا تا آخرین ها رو میگیرین، بعد گزینه سیو از و سامیشن یک نمودار نیرو زمان بهتون میدید. بعد چنانچه بخواین این نمودارها رو با هم دیگه، نمودار نیرو زمان و دیسپلیسمنت زمان رو با هم ترکیب بکنین، از طریق create operate on xy data اقدام میکنین و از دستور کامباین یا ترکیب نمودارها استفاده میکنین. بچه این هم تقریبا توضیح کاملی از نحوه خروجی گرفتن. موفق باشید. در خدمت.